من مختصر سوال اول من بپرسم یکم شخصی بپرسم. حتماً کار خوبی کرده. حالا من سوال اولی که از مهمونامون اکثرا میپرسیم و از شما میپرسم، ما دوست داریم درباره زندگی شخصیتون یه مقدار بدونیم. اینکه مثلا چند فرزند دارین. حالا یه چیزی که میشه گفت و شما برام اگه میشه توضیح بدین. چشم. مرسی. من خدمت عرض بشه که دو فرزند دارم. یکیش خلاصه در دانشگاه شریف مشغول تحصیل هستن، سال آخر هستن رشته عمران. یکیشون هم کلاس نهم هستن، مشغول تحصیل هستن. دو پسر دارم و خدمتتون عرض یه زندگی عادی داریم و در خدمتتون هستیم. حالا اگه چیز دیگه نیاز هست من عرض کنم. کلا دو تا پسر دارید؟ بله. کجان گفتید یکیشون دانشگاه شریف؟ یکیشون دانشجو هستن، دانشگاه شریف عمران سال آخر هستن. یکیشون هم خدمت سال نهم دارن تحصیل میکنن، محصل هستن. چقدر بهتون نمیاد اصلا؟ بله کاملا همینطوره. برای اجازه هست من سوال بعدیم بپرسم؟ سوال بعدی من که اصلا سازندگی یعنی چی؟ چرا این مفهوم انتخاب شده برای پیشوند اسم قرارگاه؟ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سال 68 بلافاصله بعد از جنگ تحمیلی شکل گرفت. علتش هم این بودش که خب بعد از جنگ زیرساخت‌های کشور آسیب دیده بود. بر اساس اصل 147 قانون اساسی که این اجازه رو به نیروهای مسلح داده که در توسعه زیرساخت‌های کشور کمک کنن به دولت‌ها، در اون زمان با تدبیری که شد اون توان مهندسی و تجربیات بسیار گران قیمتی که در دفاع مقدس به حوزه مهندسی ایجاد شده بود این در اختیار کشور قرار گرفت، چون خلع پیمانکاران بود در کشور و زیرساخت‌های کشور کاملا آسیب دیده بود. و اگر من بخوام تقسیم بندی بکنم، مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در ابتدا در دوره بازسازی ورود کرد و بعد از دوره بازسازی در دوره سازندگی من اسمش رو میگذارم، دوره سازندگی و توسعه زیرساخت‌ها. و امروز هم شاید دوره سوم مجموعه قرارگاه باشه در دوره جنگ تمام عیار اقتصادی که بر علیه کشور الان برقرار هستش، در مقابله با تحریم ها و در پیشانی فعالیت های اقتصادی داریم به کشور خدمت میکنیم. میشه بگی چه جوری؟ این خیلی سوال شد برام.